در ادامه واکنش ها نسبت به برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی با زنان مقابل ورزشگاه مشهد، وزیر کشور امروز سه‌شنبه 16 فروردین توضیحاتی در این باره داد و بخشی از تقصیر را به گردن هیئت فوتبال مشهد انداخت. همزمان معاون امور زنان رئیس جمهور احتمال عمدی بودن این اتفاقات را مطرح کرد. همکارم مهتاب وحیدی را در بخش دیگر استودیو همراه ماست با جزئیات بیشتر. واکنش‌ها به برخورد نیروی انتظامی با زنان مقابل ورزشگاه مشهد همچنان ادامه داره. برخوردهای خشونت‌آمیزی که بازتاب جهانی هم داشت و با انتقادهای گسترده‌ای از سوی شماری از ورزشکاران و نهادهای حقوق بشری مواجه شد. انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور دیروز در یک مصاحبه تلویزیونی از احتمال عمدی بودن اتفاقات مشهد خبر داد و اینطور گفت: بله، واقعه مشهد حقیقتا واقعه ناگواری بود و میشه گفت علاوه بر بدسلیقگی، سوء مدیریت، بی‌تدبیری، متاسفانه به نظر میرسه نوعی برنامه‌ریزی غیر هوشمند و یا نوعی تعمد در کار بود. انسیه خزعلی انتخاب ورزشگاه مشهد رو به دلیل نبود امکانات کافی اشتباه دونست. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه دستور داده بود که پیرامون ماجرای مشهد تحقیق و بررسی صورت بگیره و حالا امروز وزیر کشور از ارسال گزارش مکتوب به رئیس جمهور خبر داد. احمد وحیدی اعلام کرد که از ابتدا قرار نبود در این بازی تماشاگر زن در استادیوم باشه و بلیتی هم برای زنان وجود نداشت. این در حالیه که شماری از زنان گفتند که برای تماشای این بازی بلیت خریده بودند. ما دیروز از ساعت 12 ظهر تا 8 شب تو سایت بودیم تا تونستیم بلیت بگیریم. تمام خانمایی که اینجا همشون بلیت گرفتن. وزیر کشور ایران امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در ادامه ماجرا رو اینطور شرح داده که به دلیل کرونا از ابتدا قرار بود این مسابقه بدون تماشاچی برگزار بشه و بعداً با توجه به شیب نزولی آمارهای کرونا تصمیم بر این شد که 30-40% ظرفیت ورزشگاه پر بشه. خارج از این فروش سامانه‌ای توسط مسئولین مربوطه در فدراسیون مشهد اینها یه مقداری هم به شکل کارت‌های دعوتی هم به افراد مختلفی داده شده، حالا عزیزان حدود 4000 تا میگن. بعد در نتیجه حجم مراجعه به استادیوم یه دفعه خیلی زیاد شده. البته احمد وحیدی نامی از این مسئولین نبرد و در بخش دیگری از سخنانش درباره برخورد پلیس با زنان گفت عده‌ای قصد داشتن برای ورود به استادیوم از دیوارها بالا برن که نیروی انتظامی مانع شد. به دلیل احساس خطری که میشه و اینکه اونجا اگر دیواری میشکست یا در شکسته میشد و میومدن و حجم جمعیت فراوان ممکن بود برای همه اونها هم که نشستن ایجاد مشکل بکنه، ولذا یک افشانه فلفلی زده میشه برای اینکه از اون روی دیوار برن کنار. اینم تو فضا البته پخش میشه، به سمت کسی زده نمیشه. اما احمد وحیدی در حالی این سخنان رو گفته که ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و صحبت‌های شاهدان عینی همه گواه بر اینه که نیروی انتظامی به صورت مستقیم به صورت زنان اسپری فلفل پاشیده و با خشونت با اونها برخورد کرده. شماری از ورزشکاران ایرانی از جمله علی دایی، مجتبی جباری و امیرحسین صادقی هم به این موضوع واکنش نشون دادن و اون رو شرم‌آور خوندن. برخی از اونها هم اعلام کردند که در اعتراض به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها دیگه به استادیوم نخواهند رفت. برخی نهادهای حقوق بشری و شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم این برخورد جمهوری اسلامی با زنان رو همتراز با اقدامات گروه طالبان دونستند. برخورد با زنان و دختران جوانی که عصر سه‌شنبه 9 فروردین میخواستن به ورزشگاه مشهد برن تا بازی ایران و لبنان رو از نزدیک ببینن، تیم کشورشون رو تشویق کنن، دست بزنن، هورا بکشن و در کنار هم از تماشای بازی لذت ببرن، اما با برخورد خشونت‌آمیز پلیس و پاشیده شدن اسپری فلفل به صورتشون مواجه شدن.